سلام همگی رفقا، چطورید؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. برگشتم با دمه بازی هارتس آف آیرون 4 و البته مود افتخار ایران و ایران ملیگرا. رفقا قبل از اینکه بخوام این قسمت رو شروع کنم، باید بهتون بگم که یه DLC جدید تو راه هستش. DLC که اجازه میده خرید و فروش کنیم، منابع بفروشیم، تجهیزات بفروشیم، سلاح بخریم، تانک بخریم و کلی چیزای دیگه. عملا قسمت تجارت رو میخوام به بازی اضافه کنن که به نظر من خیلی وقت پیش باید این قضیه به بازی اضافه میشد، نباید این همه طولش میدادن. به هر حال بیاید برگردیم سراغ بازی. آره نمیدونم این پارت چندمه، ولی خب میتونم بگم بچه تا اینجای کار خیلی خوب اومدیم جلو و من اصولا بازی رو این همه ادامه نمیدم. در واقع نه تنها من، اگه یوتیوبرهای خارجی هم نگاه کنید هیچکی از سال 1945 جلوتر نمیره. ولی راستش رو بخواید من در مورد این سری یه حس خیلی خوبی دارم و احساس میکنم باید واقعا ادامهش رو بریم، مخصوصا که من درجه بازی هم یه خورده سخت گذاشتم. اون احساس راحت بودن رو دیگه ندارم. مثلا اینجوری نیستش که بگی الان جنگ بدیم و بتازیم به سمتش. به هر حال دیگه پارت قبلی بازی بود که اول از همه ما کمپین آفریقا رو شروع کردیم. اینجا پیشروی خوبی داشتیم، به پرتغال هم الان جنگ دادیم. اگه از من بپرسید فقط کافیه این قسمت‌ها رو بگیریم و از این بندرها برای سخرستانی استفاده کنیم. احتمالاً کمپین آفریقا رو توی یکی دو سال بشه جمع و جورش کرد. بعدش هم راهی چین شدیم. به چین الان جنگ دادیم. اگه توجه کنیم این قسمت‌ها داریم می‌جنگیم. یه خورده روزه خط مقدممون داغون شده. ولی خب اگه میتونستیم چینی ها رو شکست بدیم یه سری قسمت ها رو برای خودمون برمیداریم و بعدش هم آماده میشیم که یواش یواش با ژاپن بجنگیم. بذارید ببینیم اوضاع تجارتمون به نظر میاد خیلی داغون شده. چرا اینجوری شد؟ آها فکر کنم چون هند رو آزاد کردم، در واقع دیگه بردهداری اونجا بیخیال شدیم و نمیدونم، شرط زیاد جالبی نداریم چون اگه توجه کنی به خاطر کمبود منابع نمیتونیم سلاح تولید کنیم. احتمالاً باید بهتون بگم داداشم آلمان دیگه، مجبوریم ازش خورده منابع بیاریم. دوباره بذارید از آلمان بگیرن این منابع. اگه موافق باشید من فقط یه حرکت هم میخوام بزنم، رابطه‌ام رو میخوام با آلمان بیارم بالا و دیگه بریم برای شروع کردن. البته بهتره یه خورده سرعت رو بیارم پایین که بتونیم به شریط هم نگاه کنیم ببینیم اوضاع چجوریه. تا جایی که من یادم میاد ما این ارتش رو اینجا داشتیم. تو کجایی؟ خب این سربازه اینجا احتمالا به دردمون نخورن. شما بیاید اینجا، بعدش هم تونستیم جنگنده های مدرن هم باز کنیم. حالا مسئله اینه، میخوام روی نیروی ویژمو کار کنم. مسئله اینه آیا باید نیروی دریایی رو بگیریم؟ احساس میکنم اینا تو حمله دریایی میتونن به کارمون بیاد. چرا که نه، چرا که نه. بذارید رو حالا به دست بیاریم ببینیم دنیا دست کیه و چی نیاز داریم تولید کنیم. بذارید لحظه به انبار نگاه کنم. انبار سلاحمون داره نشون میده که هولی شیت، شرایط اصلا جالب نیستش. انتظار نداشتم این همه هم دیگه انبار سلاحمون داغون باشه. فعلا بهتره میخوام ضد هوایی تولید کنم، ولی نمیدونم یه مقدار حالا سلاح ساپورت رو اضافه کنیم ببینیم شرایط چجوریه. راکتینا نیاز نداریم ما اینجا بچه، نمیدونم منابع خیلی زیادی داره از دست میره. بذارید ببینم جنگنده اینا نتونستیم آماده کنیم. پسر 16 تا جنگنده اینجا هست، اشاره این رو اضافه نمی کنم. شما آماده بشی این رو بفرستم سمت چی یا نه، آفریقا به جنگنده خیلی بیشتری نیاز داره و امیدوارم این یارو بتونه خودش فرماندهی کنه. فضل الله اصلا اسمش هم فراموش شده دیگه. آره فکر کنم بتونه یه جوری جمع و جور کنه. سربازامون همچنان اینجا دارم می جنگن. رو دریایی من خودم اینجا گذاشته بودم. میدونی چیه؟ میتونم اینا بگم بچه ها مینگذاری دارم میکنم، شما اینجا مینگذاری کنید. آره داشتم فکر میکردم یا رو یه خود تعلیم بدیم ولی شاید الان واقعا زمانش نرسیده باشه. بذار اینم بگیریم من اینکه جاسوس های دشمن دستگیر بشه. فعلا با جاسوس ها کاری نداریم، باید به شرایط نگاه کنم. آقا اوضاع ارتش اینجا چرا اینجوریه؟ شما الان کی هستید؟ مگه من جنگ و دست سرلشکر؟ آها یادم افتاد، این ارتشی بود که از اینا گرفتیم، از این قسمت های عربی گرفتیم. هولی شت، مثل اینکه انگلستان داره بهمون حمله میکنه. خب آره داشتم میگفتم اینجا میخوایم چیکار کنیم. شما بیا زیر نظر این وایسی. نمیدونم بچه‌ها میخوام جنگ بدن دست سرلشکر. به نظرم اتفاق اینجوری میتونه خیلی هم بهتر باشه. شما آماده بشی که توی این حالت باید جنگ رو شروع کنید و بهشون دستور حمله رو بدم که مطمئن بشم همه چی اوکیه. پسر چینیا سمت ما سربازه خیلی زیادی جمع کردن. اوکی دیگه آرتیلری کامل کامل شدش. ما اینجا فکر نمیکنم به چیزی نیاز داشته باشیم، مثل اینکه یه جا رو تونستیم تصرف کنیم. بذار اینا رو باز کنم، چرا که نه. ما همچنان کارخونه او پسر منپاورمون داره بجور ته میکشه. بهتر به منپاور توجه کنم، بچه داره نگرانم میکنه. ضد هوایی زیادی نیاز خواهیم داشت اگه قراره با انگلستان به جنگی. مسئله همینه دیگه، خودم هم مطمئن نیستم چی شده اینجا سمت منابعمون. هولی شت،
مثل اینکه سری از این منابع تونستیم آزاد کنیم. باشه چرا که نه. بچه من فراموش کردم تونستیم بمبرا رو گرفتیم دیگه. اینا رو نمیشه گرفت. صبر کنیم ببینم 900 روز طول میکشه. من چرا دارم روی این کار میکنم؟ خب مثلا اینو میگرفتیم میتونست خیلی بهتر باشه، رنجشو میآورد بالا. آره بذار فعلا اینو داشته باشیم و اجازه بدید من سر اینجا یه چند تا ادیت بزنم اون جنگنده و بمبرا رو آماده کنم. اوکی بچه من بمبر اولمون آماده کردم. این قرار نیرو دریایی و کشتیای دشمن رو بزنه، برای چیز دیگه ای نیستش و اتفاقا خیلی هم به کارمون میاد. ولی خب احساس میکنم بهتره آره اینو بذارم، تولیدش داره خیلی فرق میکنه. دوتا موتور کافیه دیگه، سرعتش همینانش هم بالاست. آره بذار سیو اینو بزنم، یه مدل دیگه هم میخواییم. اوکی بچه من بمبر اولمون آماده کردم. این فقط قراره نیرو دریایی و پورت های دشمن رو بمبارون کنه. همین سیوشو میگیرم، یه مدل دیگه همچنان میخواییم. بعدش هم جنگنده هواییمون هم یه خورده تغییر دادم که فقط در مقابل نیروی هوایی دشمن به جنگ، نمیخوام استراتژیک بمبر باشه. اینجا هم داشته باشید الان 4 تا آلومینیوم داره استفاده میکنه. خب ما نمیتونیم آلومینیوم رو برسونیم. بذار اینها اینو بذار من تغییر بدم. به جای این میخوام از این استفاده کنم، یه کوچولو دفاعمون قراره بیفته. عوضش قراره دوتا آلومینیوم کمتری مصرف بشه. فقط اینجا رو ببینید، سیوش رو میزنم و بوم، مصرفمون خیلی اومد پایین. ما همچنان یه مدل دیگه هم میخوایم که بتونیم از کلاهک های هسته ایمون استفاده کنیم. اوکی بچه اینم از بمبر آخرمون. اینجوری بهتون میگم که به خدای بازی تبدیل شدش، هر جا رو بذاریم میتونه بمبارون کنه، ولی این قابلیتش قراره یه خورده اذیتمون کنه. حالا بعدا در موردش میتونیم صحبت کنیم. خب بذاریم از سریع همه اینا رو اضافه کنم، میتونیم بازی رو شروع کنیم. حالا بازی خورده بره جلو. این مدل دومه، میخوام اینو جایگزین کنم که منابع کمتری استفاده کنیم. کجا رفتش پس؟ بعدش هم ما این دوتا رو هم باید اینجا اضافه کنیم. خب حالا روی اینا بعدا میتونیم کار کنیم. بذارید دوتاشون هم بکشم بالا. نه مثل اینکه اینجوری نشه. بذارید استوب بازی رو بزنم. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ احتمالاً اندازه 10 تا کارخونه باید روی این باشه، 15 تا هم روی استراتژیک بمبر بذاریم. فکر کنم یه کارو بشه جمع و جور کرد. اگه توجه کنید ببینید چه منو به آزاد شدش، این چیزی بود که داشتم در موردش صحبت میکردم، بتونیم یه خورده کارخونه و اینا آزاد کنیم. و دیویژن ما چیکار کردن؟ آقا شرایط جنگ اینجا داره خیلی مزخرف میشه. از یه طرف ما نمیتونیم سوخرسانی کنیم. نه به نظر میاد بچه اوضاع سوخرسانی چرا این همه خوب شده؟ اگه توجه کنید من انبار اینا نمی... اوه پسر اینجا چه خبره؟ چقد انبار وجود داره؟ همشون هم به همدیگه متصلن. خب به نظرم شرایط خوبیه و ما داشتیم روی تانک کار میکردیم. آره اگه توجه کنید داشتیم روی تانک مانور میدادیم. من پاورمون داره بجور میفته و... مثل این که اینجا تسلیم شده. اگه توجه کنید بذارید بچه ها من سریع شرایط درست کنم. زیاد نه، 2 دقیقه که به جنگ نگاه نمی کنم میبینم همه چی داغون شده. پسر این کمونیست ها چجوری دارن می جنگن؟ تسلیم میشن؟ هیچی، اصلا انتظار نداشتم اینجوری دیگه مقاومت کنن. اگه توجه کنید آره دیگه اینا عملا آخرین کمونیست های دنیا هستن و تونستیم راکتورای اتمی هم بسازیم. آقا دیگه داره زمانش میرسه. احتمالا منپاور بچه ها قراره به زودی اذیتمون کنه. بذار اینو بهتون بگم، میتونم اینو بزنم که تولیدمون، آقا اینو بزنم قراره یه خورده تولیدمون زیادی متفاوت باشه. و آره فقط باید توجه کنم که منابع کم نیاریم، از یه جا باید کارخونه جور کنم، ولی موندم از کجا جور کنم. فعلا یه سرباز اجباری رو فعال کنیم، این قراره به میخورده صدمه بزنه، تولیدمون قراره حسابی کاهش بده. و فعلا ترجیح میدم راکتورا رو نسازم. اجازه بدید این کارخونه های نظامی رو من فعلا اضافه کنم. یکی داره بهمون اعلان جنگ میده، جالبه، خیلی جالبه. ولی انتظار داشتم اینا تسلیم بشن، نمیدونم چرا تسلیم نمیشن. سربازان حتی حمله نمیکنن. اگه توجه کنید اگه من سرعت پیشروی رو روی 3 بذارم، نایس الان حمله داره شروع میشه. او پسر شرایط اینجا داره یه خورده داغ میشه. ایبی نداره، یه جنگ رو میتونیم بدیم فرماندهمون خودش فرماندهی کنی، یا شاید نیاز باشه بچه من خودم یه رسیدگی کنم. میدونید مشکل آفریقا چیه؟ اینکه اینجا دیویژن های خیلی کمی داریم، خودش هم اینا سربازایی نیستن که بتونن سمت آفریقا خوب بجنگن. اگه توجه کنید خلیج فارس هم داریم بمب گذاری میکنی. میتونم بگم شرط آقا این سربازا رو داره از کجا میاد؟ ببین آها دست نشان دمون داره اینا رو جور میکنه. دمش گرم، شرط که نه میتونیم ازشون استفاده کنی. فکر کنم نیرو هوایی داشتیم و من صداشو شنیدم. اگه توجه کنید کلا 5 تا تونستیم بمبر بسازیم. خوبه دیگه، یواش یواش داره ساخته میشه. این چینو میتونستم یه جوری جمع و جور کنم خیلی خوب میشد. اینم که اوضاع جنگ، بیاید با هم دیگه به شرایط نگاه کنیم دیگه. 2,600,000 تا ما سرباز از دست دادیم و 23% جنگ دست ما بوده، 20% جنگ دست آلمان بوده. عجیبه برام، 3 میلیون هم آلمان از دست داده، ایتالیا 4 میلیون.
بعد جالبه که کلا 11% امتیاز داره. آها فهمیدم داستان چیه، چون آلمان تو جنگ با چین شرکت نکرده، برای همین که اینجوری امتیازش پایینه و ژاپن 5 میلیون سرباز از دست داد و 40% جنگ دستش بوده. یه سری چیزا داره به ذهنم میرسه. اگه بخوام به شرایط چین نگاه کنم، اینا دارن شکست میخورن و میدونین چی داره به ذهنم میرسه؟ اینکه ژاپن الان خیلی ضعیفه. عملا ژاپن چیزی نداره که چجوری میخواد به جنگه. خودو به اینجا رو جمع و جور کنید دیگه. آره نمیدونم بچه‌ها، به نظر نباید واقعا به ژاپن زمانش رو بدیم که خودشو جمع و جور کنه و شاید نیاز باشه که من بیام کدوم بودش، میتونم از خانوما توی کارخونا استفاده کنم، اینجوری احتمالش هستش بتونیم یه خورده من پاور بگیریم. باشه چرا که نه، یه تجربه پرتغال. آقا پرتغال مثل اینکه به اسپانیا اعلان جنگ داده و تونستیم اینم بگیریم دیگه. به اینجا که نمیتونم بیام، بذارید ببینم این قسمت رو چی داریم. میخواستم روی نیروی ویژه‌مون کار کنم، به نظرم اتفاقی هم میتونه الان خیلی به کارمون بیان و مثل این که دست نشانده چین دارن یواش یواش تسلیم میشن. ما همچنان منابع زیادی داریم از آلمان وارد میکنیم، ولی خب آلومینیوم دوباره برامون مشکل درست کرد. رابطه با آلمان یواش یواش داره میاد بالا. بذارید دوباره اینو درخواستشو بدم و شما از اینجا دوباره یه دونه حمله دیگه بزنید. شاید از اینجا واقعا نتونم پیشروی کنم. به نظرم یه سوختستانیمون هم داغون شده. خب تونستیم به اینجا برسیم. حالا من فعلا نیروهای ویژه یا اسپشال اوفیسر اینا دارن چی کار میکنن؟ بچه اینجوری نمیشه. بذارید به اینا بگم اینجا رو لاجستیکش رو بمبارون کنن. امیدوارم نتونن اینا رو شات داون کنن، چون کلا 15 تا بمبر گذاشتم. و آقا چیکار میکنی؟ خب الان برو دیگه. این هم اگه متحدای ما نیستن، چرا اینجا سرباز اینا جمع شده؟ به خدا یه لحظه به جنگ نگاه نمی کنم همیشه داغون میشه. ولی باید بهتون بگم بچه، چین عجیب مقاومت کرد. اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم. خب من به این فرماندهمون الان یه سری دستورهای جنگ دادم و اینم از این، مثل اینکه بالاخره تونستیم چین رو تصرف کنیم. میگم اینا خیلی پسر ژاپن چقدر امتیاز داره. من الان با این امتیاز نمیتونم جایی رو بگیرم. شاید بهتر بشه سعی کنم به این قسمت ها بیام. حداقل این منابع پسر همه جا رو گرفت دیگه. دوباره بیاید اینجا رو ورداری. میدونم اینجا رو هم میخوام. بگذاریم. ژاپن داره از اینجا پیشروی میکنه. جان عمت بذار این رو وردارم. خب چه کاری نامرد، 500 تا امتیاز داریم. اگه میتونستم یه سری قسمت ها هم از اینجا بگیرم، چون یادمه که اینجا داشتیم سوخرسانی میکردیم، من انبارینا ساختم، اینجوری میتونست خیلی عالی باشه و راحت تر میتونستیم با ژاپن بجنگیم. امتیاز زیادی نداریم راستش رو بخواید و من اینجا هم حالا درخواستش رو میدم. امیدوارم که ژاپن یه خورده کوتاه بیاد. داداشم ژاپن ببین اینا رو بده به اعلان جنگ ندم. اینجا پیش شما میگم اگه حاضر باشه این کشور رو به هم بده، بهش اعلان جنگ نمیدم. البته دیگه اینا رو نمیتونم بگیرم. و آقا چرا اینجوری میکنی؟ گفتم بهت اعلان جنگ نمیدم. نامرد، خیلی نامرده بچه. حاضر نشد این قسمت ها رو به همون بده. بعد بی خیال اینجا بشم. ببین نداره، حداقل اونجا رو بده. فکر کنم اونجا دونه انبار داشتن. آقا کوتا نمیاد، به خدا کوتا نمیاد. حتی اینجا رو هم نداد بهمون. امروز رو فراموش نکنید، امروز رو فراموش نکنید. واقعا ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. میدونی چیه؟ گوره باباش دارم برای ژاپن. من این ارتشمونو بذار یه لحظه به شرایط نگاه کنم، ببینم ژاپن واقعا چقدر قدرت داره. مسئله اینه، مثل اینکه اینجا سمت چین یه حکومت فاشیستی ساخته، دست نشانده‌هاش هستن. خب حمله کردن به ژاپن قرار نیست کار راحتی باشه. البته ژاپن اینجا داره به استرالیا و آمریکا و اینا میجنگه. و اوکی بذارید به اوزای سوخرسانی نگاه کنم. اگه توجه کنید خب ما اینجا انبار نداریم، اینجا احتمالاً یه کوچولو مشکل باشه. اینجا انبار داره. بذارید سریع من اینجا رو متصل کنم. الان بهتر شدش و میتونیم راحت از اینجا هم بعد متصل کنیم. خب فکر کنم از اینجا بشه استفاده کرد. بچه من یه حس خوبی دارم. آره احتمالاً بتونم از اینجا استفاده کنم و دیویژن های خیلی زیادی هم اینجا داریم. بچه ها تازه من یه چیزی رو متوجه شدم، مثل اینکه آلمان هم داره سمت ژاپن نیرو جمع میکنه. میتونم از آلمان کمک بگیرم، ولی ترجیح میدم این کار رو انجام ندم، چون میدونی بچه الان یه مسئله وجود داره. بگی ما رفتیم با انگلستان بجنگیم، خب معلومه دیگه آخر سر آلمان میاد همین رو برای خودش برمیداره و باز ما ضعیف میمونیم. ولی اگه میتونستم کل چین و ژاپن رو برای خودم کنم، بعدش راحت تر میتونستیم با آلمان بجنگیم. و
بذارید ببینم این ارتش دروازه خوبی داره، این هم همینطور، این هم همینطور. میتونم اینا رو بذارم سمت شمال، یا سیاه لشکرن دیگه. البته برای اینکه ریسکی انجام ندیم من به اینا گفتم اینجا جمع بشن و سعی کنن تو این حالت به اونجا حمله کنن. خب فکر کنم از اینجا هم بتونیم یه لشکر حرکت بدیم، مثل اینکه فضل الله زاهدی مریض شده. نمیدونم بچه واقعا دیگه باید این ارتش ها رو حرکت بدیم. میدونی کمپین آفریقا رو میشه ادامه داد، ولی مسئله اینه که داره از همون زمان زیادی میگیره، چه میدونم انرژی زیادی میگیره. حمله رو ادامه بدید، یه سری بندرهای اضافه داریم. خب اگه اینجوری باشه من میتونم از همین کشتی آلمانی استفاده کنم، چرا که نه. به نظرم زمانش رسیده از سازمان جاسوسیمون هم استفاده کنیم سمت ژاپن. من فقط باید اینو انتخاب میکردم که اینجا حسابی به کارمون میاد. خب بذارید ببینم ژاپن کو نیروامونو بفرستیم سمت چین، یا به نظرم خود ژاپن برای ما بهتره. اینجا بذارید اینو کنسل کنیم، همینجا برای ما میتونه خیلی بهتر باشه. و دیگه نمیخوام جلوی شورشو بگیرید، بیاید راهی اینجا بشیم. شما هم اینجا وایستید، احتمالاً نیاز باشه سمت توکیو ستا اینا من جاسوس بذارم. اگه اینا دستگیر شدن مطمئن بشیم که مشکلی وجود نداره. میتونم میدونم سمت چین بذارم که اطلاعات اونجا رو به همون بده. اینم از این دیگه، میتونم بگم تقریبا همه چی اوکی شد. و مثل اینکه اینا تونستن پرتغالم شکست بدم. پسر اسپانیا رو ببینید چجوری داره از اینجا میتازه. اسپانیا هم وارد جنگ شد، فکر کنم شرط خیلی بهتر بشه. بذار سر اینجا رو تموم کنم. آمریکا و انگلستان اینجا نیروی زیادی با خودشون آوردن، فکر نمی‌کنم به این راحتی ها بشه جمع و جورش کرد. ما به نیرو دریاییمون هم نیاز خواهیم داشت. کاری که اینا بعد انجام بدن اینه که یه مقدار تعلیم ببینن. شما هم بودید بیاید اینجا جمع بشید. میتونه حرکت کنه، آره مشکلی نداره. نیرو دریاییمون هم وارد جنگ کنیم، به نظرم شاید بشه جمع و جورش کرد. من پاورمون داره تموم میشه، شاید بهتر باشه بچا من یه دستی، آره بهتره من یه دستی به اینجا بکشم، چون مطمئنم یه سری قسمت ها رو بعد بتونیم حکومتش رو مردمی کنیم. پسر ترکیه چه شرایط بدی داره، واقعا باور نکردنی شرایط. اینجا دوباره حکومت مردمی اینجا رو هم مردمی کنم دیگه همه چی تموم میشه. بذارید سری نیرو هواییمون هم اضافه کنم. همین؟ واقعا انتظار بیشتر از این حرفا رو داشتم. انتظار داشتم نیرو هوایی خیلی بیشتری داشته باشیم. و به نظر میاد نیرو هوایی اینجا هم مشکلی نداره. ولی بچه اینایی که اینجا هستن و میخوام راهی ژاپن کنم، احساس میکنم سمت ژاپن ما به نیروی خیلی بیشتری نیاز خواهیم داشت. و بدون شروع معطلی میدیم اعلان جنگ رو به ژاپن. به نظر نباید به ژاپن زمانش رو بدم که خودشو جمع و جور کنه. یه جاسوس دیگه هم میتونم به خدمت بگیرم، شیرین ساسانی، چرا که نه. او شت، مثل اینکه بچه رابطه آلمان داره با همون میاد پایین. امیدوارم که اعلان جنگ ده. او پسر، من بخوام به ژاپن اعلان جنگ بدم، همین الان با آلمان هم وارد جنگ میشم. و این یه مقدار مسئله پیچیده‌ای میتونه باشه راستشو بخواید. حالا داشتم روی تانکا کار میکردم، اگه قرار باشه با آلمان وارد جنگ بشیم تانکینا که سهله، اینا اصلا هیچ کدوم به کارمون نمیان. و راستشو بهتون بگم یه مقدار افکارم داغون شدش. حالا ما باید چی کار کنیم؟ مسئله همینه بچه. من خود در مورد اعلان جنگ دادنمو فکر کردم و میدونی چیه؟ اگه آلمان میخواد به خاطر ژاپن با ما بجنگه، بهتر همین الان با ما بجنگه. چون الان ما واقعا شرایط خیلی بهتری داریم. آمریکا و انگلستان مطمئنا آلمانو به این راحتی یا ول نمیکنن. کاری که میخوام انجام بدم اینه که به اینا بگم بی زحمت راهی اینجا بشن. امیدوارم که لولاشون اومده. او پسر، انتظار داشتم جدی لولاشون به 2 رسیده باشه، ولی به نظر میاد اینجوری نشده، روی 1 مونده بودم به طرز عجیبی. خب به هر حال دیگه میدیم. آقا به اینجا میتونم الان جنگ بدم؟ امیدوارم که بشه، جدی میگم، چون اگه قرار باشه فعلا با ژاپن بجنگیم یه خورده شرایطمون قراره به هم بخوره. میدیم الان جنگ رو، باشد خداوند همراهمون باشه. و بگو که او پسر، آیا ایتالیا میخواد به من اعلان جنگ بده؟ من رابطه‌مو با آلمان آوردم بالا، مطمئنم رابطه اینا دیگه نباید اینجا تاثیر بذاره. فعلا نمیبینم کسی به اون اعلان جنگ. او پسر، مثل اینکه آلمان چرا اینجوری شده؟ منو داره دشمن خودم نشون میده، به خود بازی پشماش ریخته. اگه توجه کنید، آره این حکومت دست نشانده هم داره با ما وارد جنگ میشه. همه نیرومون از اینجا. او من اینجا رو فراموش کردم، احتمالا من همین الان به این فرماندهمون نیاز داشته باشم. فضل الله نمیدونم بچه ها بتونیم حرکت بدیم یا نه، ولی به نظرم بهتره همچنان اجازه بدم سمت آفریقا به جنگ. این از این، این از این.
ما یه دونه دیویژن باید از اینجا حرکت بدیم. هولی شت. و اگه از من بپرسید بهتره این سربازا رو بیاریم اینجا. اینجا سربازه خیلی زیادی میخواد. باید حواسم به اینجا میشد. به نظرم یک اشتباه خودم بود. و شما حمله رو شروع کنید. باشد خداوند همراهتون باشه و بتونیم دشمنانمون. آقا همینجوری داریم دشمن پیدا میکنیم و به نظر میاد اینجا دارن ما رو میزنن و اوه شت، آمریکا هم داره با ما وارد درگیری میشه. جالبه، ببین بچه‌ها، ما هم با ژاپن داریم میجنگیم، ژاپن هم داره با آمریکا میجنگه، هم با ما میجنگه. واقعا شرایط پیچیده‌ای شده و تا به اینجا برسیم اینا ارگانیزیشنشون از دست دادن. امیدوارم که فعلا منابعمون منفی نخوره و بتونم به آلمان همچنان متحد بمونم. ای بابا شما الان میتونی از اینجا بری جلو؟ شاید بتونه، از زیاد هم وضعی بعدی نداریم به نظر میاد. شما هم واسه سعی کنید یه دونه از اینجا حمله بزنید و اینجا رو گرفته میتونیم یواش یواش راهی تایوان و این. آقا چرا از اینجا حمله نمیکنن؟ من مطمئنم بهشون دستور حمله داده بودم ولی مثل اینکه حالا به هر دلیلی این دستور انجام نشده. و اینم از این. ببینید بچه‌ها، بهتون گفته بودم مطمئنم که ژاپن شرایط خوبی نداره و اگه هم توجه کنید اصلا شرایط خوبی نداره. این بنده خدا 5 میلیون 6 میلیون در مقابل چین سرباز از دست داده بودن و او شت یا پسر پشمام بچه، اینا خیلی نیرو دریایی دارن. همون اول کار 4 تا کشتیمون از دست دادیم. آقا نمیخواد، نه اشتباه شده. ببینید شما همینجوری عقب نشینی کنید به نظرم و احتمالا نیاز باشه از بمبرامون اینجا استفاده کنیم. فکر کنم بعد این مدل باشه. من به اینا میگم کشتی های دشمن رو بمبارون کنن. این نه نمیخوام به عنوان بمبر باشه. همین که کشتی هاشون رو بتونیم بزنیم به نظرم خودش خیلی زیاده. چرا حمله نمیکنن؟ آقا سرعت پیشرویتون رو روی 3 بذارید. اینا چیکار میکنن؟ من با اینا وارد جنگ نشدم. میگم دیویژنمون چرا اینجا گیر کردن. بذار سری بهشون الان جنگ بدم که درد سری درست نشه. ژاپن که به آلمان وارد جنگ نشده، میتونم به آلمان بگم وارد جنگ اون بشه. بچه‌ها همچین چیزی و یا خود خدا، من پاور رو ببینید اصلا انتظاری نداشتم. خب به نظرم زمانش رسیده به فضل‌الله بگم بکش عقب. یعنی واقعا به همچین چیزی نیاز داریم. حداقل اینم نمیتونم بزنم اینجا خورده به کارمون بیاد. اوضاع انبار سلاحمون خب حداقلش اینه که تفنگ داریم، کامیون نداریم به طرز عجیبی. بذاری من این کامیون رو پیدا کنم. 5 تا اگه توجه کنید میتونم الان به این باقی مونده چین اعلان جنگ بدم. یا اجازه نمیده که الان اعلان جنگ بدم. خب اگه اینجوری باشه بذاری اینا هم راهی این استومت کنیم و بهشون بگیم از اینجا حمله رو شروع کنم. مثل اینکه ما یه مقدار سرباز اضافه داریم و هیچ کاری نمیکنن. اگه توجه کنید داره حمله میکنه. آره داره حمله میکنه، چون اینجا چیزی نزده بود برای همین فکر کردم دستوری نداره. و بذاری این تجربه پیاده نظامم بگیرم برای اینم که گرفته شده. خب الان ما به چی نیاز داریم؟ دکتریانمون کامل شده. آها نیرو هوایی هم دکتریانش داره میره جلو، ولی اینجا اصلا نتونستم کاری کنم. کجا رو دارم میزنم؟ بمبرامون نتونسته کشتی دشمن رو بزنه. اگه توجه کنی ژاپن نیروشو فرستاده. بهتره من سرعت پیشروی خورده بیارم پایین. اینا به کارمون نمیاد. من روی آرمی آفنس برم یا اورگانایزیشن؟ احساس میکنم برنامه بهتره. آره این برنامه میتونه اینجا بهتر بشه، چون آفنسش فقط اتک میداد بهمون. و شما میتونید به این حمله کنید. بچا اگه نتونم به این قسمت برسم به خدا شرایط اینجا قرار خیلی داغون بشه و نمیدونم چیکار کنم. راستش رو بخواید میتونم به نیرو هواییمون یا پسر همه دیویژنای من اینجا گیر کردن. آره میتونم به بمبرامون بگم ساپلای برسونن. یا مثل اینکه همچین قابلیتی ندارم. فکر کنم باید بهشون تانکر میدادم که من ندادم. حالا اون همه مهم نیست. بذارید کشتی رو نمیگیرم، این تانکر رو از آلمان بگیریم دیگه. این آخرین بافایی هستش که میتونم از آلمان بگم. سرعت پیشروی اینجا باید ببرم بالا که سریعتر بتونم به این قسمت نیروی کمکی بفرستم. شمایی که اینجا هستید، آقا زبون آدم میفهمید؟ گفتم بیاد اینجا ببین. برو اونجا سرعت پیشروی تن روی 2 بذار. سرلشکرشون بذارید بچه‌ها دونه فست پلنینگ بگیره که بتونه سریعتر تصمیم بگیره. دیدی 110,000 تانیا بهمون من پاور داد؟ عجیبه. و ما همچنان اینجاها داریم میجنگیم. آقا بذار اینو خودم یه جوری ببینم میتونم جمع و جور کنم. آفنس نمیتونم بزنم دیگه. میتونستم آفنس بزنم. آقا چی شد پس؟ اینا دارن همینجوری به سمت بالا میتازن و
فضل الله نیروش رو اینجا جمع کرده. از اونجایی که داریم سوخرستانی انجام میدیم به نظر من مشکلی نداره، بهتره همچنان جنگمون رو ادامه بدیم. دارم میگه به خدا خسته میشم اینقدر داریم مدیریت میکنیم و یه دونه از اینجا نتونستم برم جلو. سه تا هم دیویژن داریم. شما هم از اینجا حمله کنید. سربازای دفاعی نیومدن سمت چین. میدونید مشکلمون چیه؟ ما اینجا کلی به دیویژن دفاعی نیاز خواهیم داشت، مگه اینکه سریع بتونم از دریا به اینا حمله کنم، که خب مطمئنم میدونی که همچین چیزی شدنی نیست و داریم تفنگی‌های خیلی زیادی هم از دست میدیم. مثل اینکه هم آمریکا و انگلستان دارن توی دریا ما رو میزنن، هم چین داره ما رو میزنه. چی بگم به خدا؟ و بیاد کار اینجا رو آقا اینا رو بگیر، خب بذار سوخرستانی بشه دیگه، اینجوری سوخ نداریم. خب اینها انبار مونده اینجا، به خدا نمیدونم بعضی موقع واقعا این بازی بهم هرس میده. و به جای این فرمانده بهمون گاو میداد، به خدا تصمیم گیری بهتری داشت. نگاه کنید اینجا رو، این سربازه این اسمک گیر افتادن. ببین بیا اینجا وایستا، دیگه نیاز نیست اونا رو توی محاصره نگه داریم. فکر کنم تونستیم اسپشال فورسمون رو باز کنیم. آره به نظرم بهتر اینجا رو بریم جلو. اگه من میدونستم قراره سریع به ژاپن اعلان جنگ بدم، احتمالش بود که یه خورده نیروی کوهستانی میگرفتم. و این اسمک گیر کردیم، انبار ندارن و فکر کنم کامیون هم نداشتیم، ولی خب گفته که لاجستیک همون مشکلی نداره. نیرو هواییمون اوضاع چجوریه؟ به نظر میاد همشون درگیر شدن. اگه توجه کنید بعضن این درگیریشون میره، ولی الان به نظر میاد آره تجربه هم دارن به دست میارن، که این خوبه. تونستیم به اینجا هم برسیم. به دیویژن های کوهستانی نیاز ندارم، نمیدونم روی چی برم دیگه جلو. تانک رو میتونیم باز کنیم، به این تانک های مدرن میرسیدم، اتفاق میتونست خیلی هم عالی باشه. و آلمانی ها دارن آماده میشن از اینجا حمله کنن. خب داریم تانک ها رو هم از آلمان میگیریم تکنولوژیشو. بذارید ببینم این جاسوس های ما کجا موندن. جاسوس هامون اینجا هستن، ما میتونیم مثلا کودتا اینا هم کنیم، ولی همچنین چیزه خورده ریسکیه و شاید بد نباشه سعی کنیم اطلاعات ارتششون رو بگیریم. میدونه دیگه اینجا جاسوس میذارم و صد خورده ای روز طول میکشه که این کار انجام بشه. دیویژن های زیادی دارن توی محاصره میفتن، بیاید اینجا جمع بشید. اوضاع کارخونه همون چجوریه؟ خب اگه توجه کنید دیگه داریم منپاورمون رو جمع و جور میکنیم، مثل اینکه یه جا رو دارن بمبارون میکنن. اینجا داره بمبارون میشه؟ نه، این قسمت رو دارم بمبارون میکنم. و بذارید من خودم نمیتونم جلوی این قضیه رو بگیرم. نایس، الان بهتر شدش. اگه توجه کنید اینجا که دیگه بمبارونی وجود نداره. آقا این سربازای ما چرا پس آزاد نمیشم؟ به خدا نمیدونم چی بگم. این همه دیویژن اینجا دارن هم یا و پسر اینجا چه خبره؟ آمریکا و انگلستان 23 تا از سربازاشون تو محاصره افتاده و به یکی دارن اعلان جنگ میده. ژاپن نمیدونم به کی داره اعلان جنگ میده. اگه توجه کنید اینو میگه دشمن من نیستش، ولی با ژاپن وارد جنگ شده. تونستیم رادیو هم بگیریم. خب مثل اینکه بچه‌ها بالاخره کارخونه‌مون آزاد شدن و احساس میکنم زمانش رسیده راکتورای هسته‌ای بسازیم. شاید بعد نباشه سمت عربستان بسازیم، یه جای دیگه‌ای که نداریم. یا میتونم یه سری از این قسمت‌ها رو آزاد کنم، چون ترجیح میدم راکتورای هسته‌ای تو خود ایران بسازم. اینها یه دونه به اون سمت تهران اجازه ساخت میده. این از این یه دونه کمه، و جای دیگه هم نمیتونم بسازم. پس بذارید همین قسمت های عربی پسر، امیدوارم دیگه به این قسمت ها واقعا حمله نشه. اینه تا جایی که من میدونم کاملا تسلیم ما شدن و مشکلی با این قضیه نداریم. دشمنه بیشتری داره پیدا میشه. اینجا رو همچنان نتونستم بگیرم. و اگه توجه کنید یه سری جنگ اینجا وجود داره که اطلاعاتی در موردشون ندارم و یه لحظه به جنگ نگاه نکنم همه چی داغو میشه. این هم از کشتی ها، امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم به اینجا برسیم. چرا نمیرید جلو؟ بچه اینجا انبار داره، ولی چون راهنش به هم دیگه متصل نیست، برای همین نمیتونم ازشون استفاده کنم. و شاید بد نباشه بذارین همین باف تولیدو داشتیم. نه، باف تولیدو از همون گرفته. میتونم اینو بزنم، اینم به کارمون نمیاد. نمیدونم، آهان، آره اومدش. اگه تجربه کنید کمتر بخوابید بیشتر کار کنید. اتفاقا به نظرم باف خیلی خوبیه و حسابی به کارمون میاد. اینم از این بچه‌ها، من اوضاع این ارتشمون اوکی کردم. آقا اینا اینجا چیکار میکنم؟ به خدا معلوم نیست چند چنده، ولی آلمان سربازاشو جمع کرده. خود آلمان هم میخواد به ژاپن اعلان جنگ بده، مثل اینکه دوتا کارخونه نظامی
بیکار داریم، ترجیح میدم روی بومبر برم جلو، چون الان ما کمبود بومبر داریم و تا اینکه فکر کنم دیگه اینجا کاملا تموم شده، یه دونه مونده کشتی‌ها، این کشتی‌ها رو هم بگیریم بی خیال فوکوس تیرمون میشه. همینجا نتونستیم کارهای زیادی انجام بدیم و بزنید بریم برای حمله دوباره. متاسفانه اینو نمیتونم فعال کنم. شما کدوم فرمانداری ما هستید؟ بذارید براتون آفنس بزنم مطمئن بشم داریم پیشرویمون رو ادامه میدیم. و من تقریبا میتونستم همچین چیزی رو حدس بزنم، اینکه ژاپن دیگه یه جورایی نابود شد و نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه. فعلا از جایی بهمون حمله نشده و هم داریم میگیریم دیگه، داریم دست نشاندهای ژاپن رو شکست میدیم. بذارید من اینو خودم جمع و جور کنم. اوکی بچه، من مجبور شدم دوباره یه خط‌کشی دیگه انجام بدم و امیدوارم این بار بتونم دستور حمله‌مون رو انجام بدم. بله اینجا هم بالاخره داره درست میشه، تونستیم انبارش رو به هم دیگه متصل کنیم. سرعت پیشرویمون روی دو بذاریم، به نظر دیگه میتونه بهتر باشه، چون داریم سربازه زیادی رو از دست میدیم و تولیدمون شدید به مشکل برخورد. راستش رو بخواید دارم فکر میکنم شاید بند نباشه سعی کنیم تولید تفنگ رو افزایش بدیم، مخصوصا از سمت ژاپن. آره این میتونه برای ما بهتر باشه. بذار یه خورده هم از اینا تولید کنیم که بتونیم با نیرو دریایی ژاپن به جنگیم. بازی دیگه داره یواش یواش سنگین میشه، انتظار همچین چیزی رو داشتم. آماده سازیامون داره انجام میشه. حالا میتونم دستور شروع بدم، امیدوارم که هیچ مشکلی نباشه. اگه توجه یا پسر یکی از جاسوسامون رو گرفتم و خب این خوب نیستش دیگه، من انتظار همچین چیزی رو داشتم. شما بیه سمت کره وایسید، دفاع نمیخوام، الان آخرین چیزی که نیاز دارم دفاع هستش. و اینم از آخرین فوکوس تری که میریم دنبالش. اینجا اوکی نشد، همه شما توی این حالت برید جلو. بذارید بچه‌ها من برای فرماندهشون یه دونه آفنس بزنم. در کمال تعجب نمیشه اینجا رو جمع. و یو پسر این ژاپونیا چه دفاعی دارن، پشمام دیویژناش خیلی خوبه. جدی میگم بچه‌ها، من تا حالا همچین چیزی ندیدم. اینم اینجا دفاع فعال کرده، نمیدونم واقعا عجیبه و جدی میگم پشمام دارم مقاومت میکنم. اینا رو هنوز نتونستیم اینجا شکست بدیم، واسه خجالته. ببینید چجوری تا آخرین قطرش داره میجنگه، عجب عجب. نمیدونم اگه اینجوری باشه احتمالا منم نیاز باشه که دکتریانمون رو یه جورایی تغییر بدم. و میدونم چرا اینجوری تا آخرین قطره دارم میجنگم. به هر حال دیگه شرط اینجا چجوریه، یه کوچولو هم تونستیم از اینجا پیش روی کنیم. شاید نیاز باشه به این فرمانده بگم بیاد اینجا، یا لبنان گفته ما رو آزاد کن برید گم بشید. آره بذار اینا بیان اینجا که دیگه مطمئن بشیم این قضیه جمع و جور میشه. سوریه هم آزاد نمی کنم. و راستش رو بخواید بچه‌ها این دیویژنایی که اینجا میبینید اصلا به درد نمیخورم. من اینا رو میخوام دیزیبل کنم، فقط دارن منابعمون رو حیف میکنن. و به این دیویژنا بگم بیان اینجا جمع بشن و راهی کرو هر جا که میتونن بشن. اینم از این، اینم از این. احتمال میدم دیگه بعد تونسته باشیم یه سری چیز میزامونو آزاد کنیم. و فوکوس تیرمون دیگه تقریبا کامل شده، بریم برای تولید جنگنده. ما مثل اینکه ژاپن هم یه سری جاسوسایی سمت ما گذاشته، فکر کنم که تونستیم بهترین کشتی ها رو باز کنیم. حالا مثلا اینه که بتونم اینا رو بگیرم. میگم بچه ها کشتی ساختن زمان زیادی میگیره و آفریقان هم تقریبا تونستیم کامل کنیم. پارت بعدی بازی ما میتونیم بیایم این دوتا ارتشمون هم بذاریم اینجا، بهشون بگیم از اینجا پیشروی رو شروع کنن. یواش یواش داریم بمبای اتمی هم میسازیم. مثلا اینه که خب یه مقدار به راکتورهای بیشتری هم نیاز خواهیم داشت که اینو میشه جمع و جور کرد. منپاور زیادی هم داریم به دست میاریم که این هم میتونه عالی باشه. اعمال سلامون داره نشون میده. خب پاک کردن اون سربازا اونجا بهمون کمک کردش، بعدش هم الان یه مقدار جنگ متوقف شده و اینم داره بهمون کمک میکنه. به هر حال که امیدوارم از این سری لذت برده بوده باشید. دارم فکر میکنم بچه‌ها پارت بعدی بازی میتونیم دیگه یواش یواش پارت آخر این سریش کنیم و بعد از اینکه ژاپن رو شکست دادیم راهی جنگ با خود آلمان بشیم، به جای اینکه دیگه بریم سراغ آمریکا و انگلستان با خود آلمان بجنگیم. نظرتون تو کامنت ها به هم بگید. فعلا تا ویدیو بعدی و دیدار بعدی، خدا نگهدار همگی رفقا.